المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد. پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. و ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ آقا کجایی؟ عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، خط بر من حجت ابن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم. گریهاتونو برای مهدی بکنید، اشکاتونو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه. برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی، منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی، منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی، منم به فکر تو هم. جوان ها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه، ولی بگذارید شب سوم مجلس محرم سال 85 شاید محرم آخرین باشد، بذارید درد و دل امام زمان براتون بکنم. اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهراست. دلیلم دارم، استدلالم رو گوش کن. نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی، با فهم گریه کن. حسین سید الشهدا درست، به مظلومیت شهیدش کردن درست، اما حسین یه ابوالفضل داشت. عباس امام زمان کیه؟ حسین یه علی اکبر داشت، علی اکبر امام زمان کیه؟ حسین قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت. چراغا رو خاموش نکنید. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت ابن الحسن؟ کیه امام زمان؟ کیو داره؟ دلش رو خوش کی کرده؟ دلش رو خوش منظور کرده؟ من و تو عباسی برای امام زمان؟ یه استدلال. استدلال دوم، از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید. تا اول امامت حضرت مهدی 260 سال. جوانهای دانشجو، جوانهای قدرتمند، جوانهای ولایتی، جوانهای امام زمانی، 13 تا معصوم، مظلومیتشون همه با هم 260 ساله. اما امام زمان به تنهایی 1170 سال قریب. تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلوم تر. کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین این شبانه روزت گذشت، حتی شب تا حالا به من نمیخواد جواب بده. خودت و امام زمانه حتی شب تا حالا چند بار 24 ساعت به فکر امام زمان بودی، به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه می کنی؟ از دست من راضی هستی؟